دکتر، یکی از ادبای بزرگ این دوران از رهبران ادبی اصفهان در واقع فوت کردن. امروز خبرش حتما دیدین. بله، خیلی مکمل با ایشون دوست بودین؟ من متاسفانه با ایشون کم دوست بودم، ولی دوست بودم در دورانی که در ایران بودم. در واقع یکی از کتابایی که من نوشتم به خاطر ایشون بود، به این معنا که ایشون وقتی ضد خاطرات رو درآوردن که به گمان من یکی از شاهکارهای ترجمه است از فرانسه به فارسی. ضد خاطرات سید حسینی ترجمه کرد؟ اینا با هم ترجمه کردن، نجفی و سید حسینی با هم ترجمه کردن. من برش یه نقد نوشتم و اون نقد رو خونده بود، خیلی خوش، دوست خیلی نزدیک گلشیری بود، یک جوری استاد گلشیری بود، یک جوری از پیشکسوتای همون جوری که گفتید اون جنگ اصفهان بود که در اواسط اواخر دهه 60 اینا در اصفهان گلشیری و حقوقی و نجفی راه انداخته بودن، نسل دومشون رضا فرخفال و برخی از این بچهای جوانترها بود، مجله جنگ اصفهان رو در می آوردن که واقعا در نوع خودش بی سابقه است از بابت معرفی ادبیات بکر. میرعلایی که به دست جمهوری اسلامی کشته شد از جمله افراد اون مکتب. برخز و مثلا اینا به ایران معرفی کردن. گلشیری بسیاری از اولین آشنایی هاش با تئوری های ادبیات مدرن رو به گفته خودش در همونجا یاد گرفت و من از نزدیک شاهد بودم که گلشیری با چه احترامی نسبت به آقای نجفی صحبت میکرد، واقعا مثل استادش بود. اتفاقا ما همین هفته پیش این کنفرانس گلشیری که در اینجا داشتیم، مطلبی که آقای بیضایی خون در مورد همین جنگ رفتنش به اصفهان بود و تعریف میکنه یه جلسه ای رو که بیضایی بوده و گلشیری بوده و حقوقی بوده و نجفی، و میگه که چطور در این جلسه نجفی همین که امروز فوت کردن، بله همین آقای نجفی، این یه جوری شیخوخیت داشت و واضح بود که همه بهش احترام ویژه‌ای داشتن از همون زمان. من این مقاله رو در بعد از انقلاب نوشته بودم، آقای نجفی مقاله رو خونده بود، خیلی لطف کرده بود، بعد قرار گذاشت که همدیگر رو ببینیم، یه جلسه ای گذاشتن اتفاقا تو جلسات پنجشنبه گلشیری برای بحث اون چیز. هم آقای حسینی اومد هم آقای نجفی اومدن در مورد کتاب صحبت کردن، ساخت خاطرات. واقعا انسان برجسته‌ای بود، انسان خیلی فرهیخته‌ای بود و هم در زبان فارسی هم در زبان شناسی یه کتاب نوشته به نام غلط ننویسیم. بله، خیلی اونم با ارزش واقعا. بله، من اون وقتی که اون کتاب رو نوشت من در ایران بودم هنوز. بله. و بحث بسیار جالبی بین او، یعنی آقای نجفی، و یه دوست عزیز دیگه من، آقای باطنی، رضا باطنی، که زبانشناس دیکشنری نویس و زبانشناس و معرف چامسکی به زبان فارسی، دکتر باطنی بود، زبانشناس قدری است واقعا و انسان قدری است. اون از منظر زبانشناسی یه پولمیک، من یادم میاد یه پولمیک خیلی جالبی بین نجفی و باطنی در گرفت، چون باطنی خیلی معتقد به اینه که تو اون نقدها حداقل بود که خیلی هم نباید سخت گرفت از اینکه آقای نجفی خیلی سخت گرفته بود در غلط ننویسیم. این میگو بعضی غلطهای مصطلح رو دیگه نمیشه غلط گرفت. خلاصه بحثش، اگه من 20 سال از اون زمان میگذره ولی دارم از خاطره میگم، ولی واقعا انسان شریفی بود، انسان بسیار بسیار. دکتر نجفی با دوست دیگر شما هم دوست بود، با رحیمی. بله، خیلی با رحیمی هم خیلی، من منزل آقای رحیمی هم که دو بار دیدمش. بله، اونجا هم دیدمش، ولی بیشتر من از طریق گلشیری میشناختمش و آدم بسیار بسیار متواضعی بود، آدم گوشه‌گیری بود. من همین مترجم سارتر هم بود، آقای دکتر مترجم سارتر و مترجم واقعا درجه یکی بود، یعنی مطب خشخاش میگذاشت و هم فارسی رو خیلی دقیق مینوشت، هم
تسلط به فرانسه داشت. مثلا آل احمد نبود که بدون اینکه فرانسه بدونه ترجمه بکنه و قلقم بکنه متن کامو و متنهای دیگر رو. این یه تسلط بسیار بسیار واقعا فرانسه نمیدونست آل احمد. والا ظاهرا هیچ زبان غیر از فارسی و عربی نمیدونست. فرانسش یکی دو تا نقدی که بر ترجمه های او از فرانسه نوشته شده نشون میده که اطلاعاتش بسیار 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 اندک بوده. انگلیسیش هم که به هر حال اگر کسی کاری از انگلیسی میکرد اونها رو خانم دانشور بهش کمک میکرد. یه خانم دانشور انگلیسیش خیلی خوب بود، تسلط کامل داشت به انگلیسی. آمریکا اومده بود، در همین استنفورد یه بورس نویسندگی بهش داده بودن. ولی خودش به نظر من یعنی بازه نظر نیست، نقدایی که نوشته شده بر ترجمه هاش شلختگی فکر ذکر آقای آدمیت کردیم. آقای آدمیت یه نقدی که نوشته در اسم آشفتگی فکر تاریخ در ایران، در اونجا یه اظهار لطفی هم به آل احمد کرده. جمله‌اش خیلی جمله قصاری است در ذهنم مونده. گفته هرچی به ذهن علیلش می آمد بر قلم شلختش روان می شد. کم این عبارت آدمیت در مورد آل احمد.